درود به رفقای عزیزم، اومدم بهتون یاد بدم که از نرم افزار ریورب، یه ریورب خاص به اسم اوریل استفاده کنید و صدای گیتارتون رو از این که هست خیلی قشنگ تر کنید. بچه تو زمینه آهنگسازی و تنظیم کلا و صدا برداری و میکس هر سوالی داشته باشین، من دوست دارم تولید محتوا کنم براتون. بنابراین حتما به من بگین، چون من نمیدونم شما دقیقا چی میخواین از من. خوشحال میشم براتون تولید محتوا کنم و تو همه این زمینه هم اطلاعات کافی رو دارم که بهتون بدم. حالا تو هر زمینه، حتی مثلا افکتی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم، علاوه بر گیتار روی صدای خواننده یا روی سازهای دیگه هم خیلی خوشگل میشه. و شما که مثلا نوازنده پیانویی، شما که نوازنده ویالونی و میخوای صدای ساز تو ریکورد کنی، یا صدای خودت مثلا خواننده میخوای ریکورد کنی و افکت باحال بهش بدی، این ریوربی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم فریه، میتونید راحت دانلودش کنید و توی نرم افزاری مثل کیوبیس هم راحت قابل اجراست استفاده کنید. کیوبیس هم که بچه‌ها باید داشته باشین، کرک شدهش هستش، حتما یک کیوبیس نصب کنید. شما رو خیلی به آرزوهاتون نزدیک میکنه این نرم افزار. تمام پلاگین های جانبیش داخلش میتونن یه عالمه ویچه های جدید توی بخش سازش شما، خلاقیت شما ایجاد کنن. خب بچه ها، در مورد اوریل توضیح بدم. این صدای ساز منه بدون افکت. خب حالا با افکت ببینیم با افکت چه صدایی میده. ببین بچه ها، صدای فوق‌العاده‌ای به ساز شما میده. بس وکالتون هم همین کار میکنه، انگار توی یک فضا میذارین سازتون رو، انگار که یک، بخوام خیلی بچه ها ساده براتون صحبت کنم، ریورب همون صدای حمومی هستش. یعنی وقتی که دیدین اکثر ما وقتی میریم توی حموم خیلی دوست داریم آواز بخونیم، چون صدایی که میپیچه اون باستاب های صدا باعث میشه که ما خوشمون بیاد از صدای خودمون و صدای همچین یه ذره دلربا و جذاب بشه. دقیقاً ریورب همین کارو میکنه با صدای شما. فقط باید مواظب باشین که افراط نکنید. شما میتونید از تمام پریست های این نرم افزار استفاده کنید. میخوام در موردش حسابی بهتون توضیح بدم، پس یادتون نره بچه ها تو این زمینه هر سوالی داشتین از من بپرسین. من خودم میخوام خودجوش براتون یه سری ریورب ها رو معرفی کنم، دیلی معرفی کنم، یه سری افکت هایی که صدای گیتارتون رو خیلی جذاب کنه، ایکیو کردن یه ذره بهتون یاد بدم. اما تو این زمینه ها هر سوالی داشتین من پاسخگویم. کمپرسور، مولتی بند، اکولایزر، لیمیتر، هر چی که دوست، ماکسیمایزر، هر چی که سوال در مورد میکس یا اصلا در مورد تنظیم، در مورد نرم افزارا اگه دوست دارین بدونید، در مورد آهنگ سازی میخواین بدونین، توی کامنت ها برام بنویسین. من حتما، من که دوست دارم تولید محتوا کنم، شما هم دوست داشته باشین، میشه یه پلی لیست جدید و یه عالمه کارهای باحال. بریم سراغ آموزشش. رفقای عزیزم، وقتی کیوبیس رو باز میکنیم با این صفحه مواجه میشیم. میریم اینجا فایل، نیو پروژکت، کرییت رو میزنیم، اینجا یه دونه میسازیم واسه خودمون. حالا من همینجوری یه پروفایل این شکلی دارم، شما میتونید واسه خودتون یه جا قشنگ فولدر درست کنید. من یه تست درست کردم اینجا. خب با این صفحه مواجه میشیم. اول از همه مترونوم و ریتممو 4/4، مترونوم 120 خوبه، دیفالت خودشه. دکمه سیرم روی کیبورد رو میزنیم که صدای مترونوم رو به این صورت بشنویم. میبینید؟ خب میام جای مثبت این گوشه سمت چپ، میبینید بچه‌ها اینجا میزنمش، بعد میام اینجا مونو، درسته آدیو، درسته ترک آدیو مونو باز میکنم، یه ذره اینو باز میکنم از اینجا که بهتر باشه. خب حالا بچه‌ها دکمه رکورد روی کیبوردمون میتونیم بزنیم، روی خود کیوبیس هم اینجا داره و میتونیم بزنیم. خب روی کیبورد راحت تره، میزنیمش روی چیزم اینجاست، کیوبیس هم اینجاست، اینها روی کیبورد میزنیمش بچه ها و شروع میکنیم یه آرپج. حالا من یه آرپج به داهه میخوام بزنم تو دوتا آکورد دو ماژور و می مینور. بریم. اینجا متوقفش میکنم بچه ها، برای اینکه میخوام روش افکت امتحان کنم. خب یه ذره از اینجا اوکی. خب بزنم ولومش چقدر خوبه. خب بچه ها نگاه کنید، پیکاپ من در حالت ساده این صدا رو میده. میام اول این ای رو میزنم بچه ها، بعد اینجا بیم افکت هامون رو بدیم. اول یه ذره اینجا این بخش فرکانس های لوه بچه ها کات میکنم، یه ذره اینو کات میکنم چون زیادی اون صدا میده. بعد خروجی که بگیریم با هدفون، امیدوارم این ویدیو رو ببینید، ویدیو رو اگه با هدفون ببینید بچه ها کمکتون میکنه بفهمید من الان چی کار کردم. فرکانس های لو، فرکانس های پایینمون کنترل شد تا یه حدی، یه ذره زیاد کنترل شد، یه ذره آزادش کردم. خب حالا مترونوم قطع میکنم، سی رو زدم رو کیبورد، مترونوم قطع شد.
خب یه ذره اینو میبندم که این تقاطوقای اولش هم گرفته بشه، فید آن میکنم سرشو. از اینجا ببینید بچه‌ها نگاه کنید، یه ذره دیگه هنوز صدا داریم. اچو میزنم روی کیبورد، یه ذره تصویر بزرگ میشه. یه ذره دیگه، خب نه هنوز یه ذره اون صداه هستش. من یه ذره این صدا رو اولو کنترل کنم که اصلا ناقلسی نشده باشیم. خب خوب شد. این از این. حالا ما یه صدای ترتمیز داریم، لو فرکانسیش هم گرفتیم. حالا میخوام افکت بدم خوشگلش کنم. میام اینجا، این ریوربی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم اوریله، من خیلی بهش علاقه دارم. اوریلو میزنم، اومد نگاه، اوریل ریورب میزنمش، یه ریورب فوق العاده خوش صدا. این دیفالتشه بچه‌ها، این چیزیه که ما اول روش نگاه کنید. چند تا افکت داره اینجا، این دیفالت اولی است، این ریورب معمولشه. حالا گوش میدیم با این ریورب ببینیم چه اتفاقی افتاد. یه عمق خوشگل داد به کار ما، دیدید بچه‌ها چه فضای قشنگی داد. حالا انواع اقسام اینا رو شما میتونید امتحان کنید. نگاه کنید از امبینس دارک روم همجوری میاد پایین تا برسیم به ریوربی که من استفاده کردم و برای همتون علامت سوال بود. این اسپیس، این اون ریوربه بود بچه ها. به شدت اینجا میبینید به قول معروف افکتش به شدت اینجا بالاست. من بعدا یه توضیح کوچیک در مورد این ستا بهتون میدم که چجوریه. بیشتر با گوشی باش کار کنین راحت تر این تا علمی، چون علمی دیگه نیاز به خیلی اطلاعات دقیق تری داره که تو این ویدیو نمی گنجه. واقعا گوشی خیلی میتونین ازش خوب استفاده کنید. بریم گوش بدیم این ریوربو. حتما با هدفون بچه‌ها ببینید این ویدیو رو ها که این صدا رو بشنوید. چه ریوربیه خدا وکیلی، یعنی اصلا جادو میکنه صدای ساز و صدای خودتونو. حتی در مورد وکال خواننده‌ام خیلی باحال، اگه دوست داشتین بگین بخونم. اگه دوست داشتین کلا در مورد صدای خواننده‌ام بدونین همینجا تو کامنت ها بگین، من در مورد صدای خواننده‌ام یه سری افکت های خیلی باحال و اینا براتون ویدیو میگیرم میذارم. بعد همین ریورب رو صدای خودم هم امتحان میکنم ببینین چه صدایی میده. خب بچه‌ها اینجا نگاه کنید، نگاه کنید، من این وت، یعنی در نهایت میکس کلیشه، اینو کم کنم هیچی ازش نمیمونه. میرم بالا، میرم بالاتر. میبینی بچه ها هر ستای اینا هر کدوم یه کارهایی انجام میدن. باید گوشی قشنگ اینجا یه ذره شاید خوب نشنوین، اینو خوب میشنوین که کم و زیاد کنم، اما این دوتا رو خیلی خوب شاید متوجه نشین. حتما توی خونه خودتون با کامپیوترتون با اینا یا لپتاپتون با اینا حسابی کلنجه های برین که خوب یاد بگیرین و مخصوصا اینا رو بالا پایین کنین. مثلا پیانو هال، اسنیر هال، ببین برای سازهای مختلف هم حتی داره. معمولا برای گیتار هم جداگانه داره اینا، گیتار روم. گیتارا معمولا بچه رومه، نگاه کنین خیلی فضای کوچیک می‌بینی، فضادانی. من اونجوری دوست دارم اون شکلش می‌کنم. ولی گیتار معمولا این توی آهنگ‌ها وقتی استفاده می‌کنیم، تو موزیک وقتی استفاده می‌کنیم، معمولا این ریورب رو استفاده می‌کنیم و استریوش می‌کنیم. دو تا مثلا من چپ و راست معمولا می‌زنم، بعد یه همچین ریوربی بهش میدم. ورش دارم نگاه کنید بچه‌ها. حالا مثلا ورش می‌دارم نگاه. حالا می‌ذارم. یه ذره خیسش میکنه همچین، بگی نگی یه ذره چرب و چیلی میکنه صدا رو، ولی اون ریوربی که دادم دیدیم اون اسپیس وحشتناک خوشگل میشه. این از افکت اوریل ریورب که بسیار دوست داشتنی و جذابه و شما میتونید ازش حسابی استفاده کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و دوست دارین تو این زمینه بازم براتون ویدیو تولید کنم، حتما حتما به توی کامنت ها اشاره کنید. دمتون گرم، موفق باشین.